تمرین‌های سخت نیروهای نخبه ارتش. هزاران ارتشی و واحدهای نیروهای ویژه پیوستند. خیلی از کماندوها در کشورهای متحد آمریکا توسط مربیان ناتو آموزش دیدند. حالا نوبت نیروهای آموزش دیده افغان است که مربیگری کنند. اینا گروهی از نیروهای ویژه ارتش افغانستان هستند که در یک پایگاه نظامی در کابل آموزش می‌بینند. انتظار میره با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نقش این نیروها روز به روز پررنگ‌تر شود. مأموریت انجام عملیات‌های برق‌آسا در هر گوشه این کشور در حال جنگ تهدید پیدا شود. اصلا از نظر تعلیم تربیه عسکری اول از تاکتیک‌های مختلف دشمن به حساب نظر به وقت و عصر استفاده میشه و باز از لحاظ مسلک از کورس دیسانت که چطور یک کماندو و یک نیروی خاص بتانه در یک ساحه شهر یا در یک ساحه مختلف کوهی البته توسط ریسپان از او استفاده کنه و دیسانت کنه و وظایف محوله خود به طریق درست انجام بده. چیزهای مهم دیگه ایم است که مثلا مسلک انفجاری است، مسلک حیوان است، مسلک کشف است، نشانزنی است. امنیت! جنگ افغانستان گفته می شود که بیش از پیش پارتیزانی خواهد شد. نشانه نیروهای ویژه باید دقیق تر شود. خیلی ها پس از این به عملکرد این نیروها چشم می دوزند. نیروهای آبدیده ای که از رفتن به مناطق ناامن حراس ندارند. و نمی سرک حرکت کردیم از دو جنای سرک. انگامی که رفتیم در اسناد تقریبا در حدود 100 متری دشمن رسیدیم که جنگ زده خورد شروع شد و ما نظر به همین 12-15 نفری که بودیم دو تقسیم شدیم و از دو جنا حرکت کردیم سمت دشمن. دمی عینه که ما دشمن رو مصروف کردیم دیگه قوای کوکی ما از سمت قرارگاه رسیدن و از یک بجه الی 9 بجه شب جنگ دوام داشت که در این جنگ به فضل خدا از پرسنل ما فقط یک 3 نفر ما زخمی داشتیم، دیگر شهید یا تلفات دیگر نداشتیم و شکر خدا در حدود 51 نفر از دهشتگرها و دشمنان خاک بوم و ملت از بین رفت. بیش از 500 نفر هم اکنون در پایگاه نظامی ریشخور در حاشیه کابل آموزش‌های ویژه می‌بینند. حدود 10,000 کماندو عملاً در میدان‌های نبرد فعالند. نیروهایی که تا دیروز شانه به شانه با ناتو علیه شورشان می جنگیدند با سرعت دارن روی پای خود می ایستند. روزانه تا 30 عملیات در مناطق ناامن هم انجام می دهند. مزار شریف اونا تمام از یک سال و نیمی که این جنرال فرمانده کماندوها شده می گوید بیش از 600 شورشی را کشته یا اسیر کرده. تنها 10 نفر هم تلفات خودی داشتم. ما به مقابل از این دشمن زبونی که نمیتونند روی آروی با ما مجادله کنند بلکه با مندگذاری و یا عملیات تروریستی انتحاری بعض وقتها یکان کمین اگه اینا افراز کنند دیگه تا به روی آروی با ما ندارند. مردم متحکن باشند، اردوی منظم دارند، پلیس منظم دارند و با ارقام زیاد که اضافه از 150,000 پلیس از الحمدلله در کشور در حدود 1,95,000 پرسنل اردو دارند، یک ارقام بسیار زیاد است. جنگ افغانستان وارد 12 سال می شود. بار سنگین نبرد حالا دیگر به دوش ارتش نوپای 200,000 نفری افغانستان است. نیروهایی که حدود 80% عملیات ها را به عهده دارند تا کمتر از چند ماهی دیگر باید تنها بروند. بنابرد با شورشیان سرسخت طالبان. هارون نجفی زاده، BBC، کابل.